عرض سلام. در دو درس قبلی مبحث کلمه را ادامه دادیم. در درس قبلی برای شناسندن فاعل توضیحات مختصری داده و چنین بیان شد که فاعل در جمله کسی یا چیزی است که انجام عملی در جمله به آن نسبت داده شود. چنان که در درس قبلی عرض شد، فاعل می تواند در جمله انسان، حیوان و یا اشیاء باشد. مثال: انسان یاشار جلور عباس گلیر. حیوان یا حشره به عنوان فاعل: گوزو، ورور، بلبل، اخور، چپنک، اچور. شی به عنوان فاعل: آغاز، بیور، ایلدرم، ورور. اکنون در این بخش به مبحث کلمه فاعل، اسم فاعلی، مصدر و اسم مصدری و غیره ادامه می دهیم. لطفاً به فیلم ها و یا ویدیوهای زیر توجه کنید. چنان که در بالا ذکر شد، فاعل می تواند در جمله به شکل مفرد، جمع، عام، خاص، ساده و مرکب و یا به شکل ضمیر به کار گرفته شود. مثال: فاعل به شکل اسم ساده و مفرد: کریم گلیر. کریم اسم مفرد، خاص و معرفه است. فاعل به شکل اسم مرکب: علیرضا گلیر. علیرضا اسم مرکب و خاص و معرفه می باشد. فاعل به شکل ضمیر: ضمیر مفرد: او بگون گلجک. ضمیر در شکل فاعل: او. بیان فاعل با فعل کامل و یا با فعل ناکامل: بیان فاعل در جمله به وسیله فعل کامل. ترن ساعت سکزده گلده. قطار در سر ساعت هشت آمد. در جمله مذکور کلمه گلده ترکیبی از ریشه فعل همراه با ضمیر متصل سوم شخص مفرد و علامت زمان گذشته دی می باشد. به عبارت دیگر، جمله مذکور با فعل کامل به کار گرفته شده و فاعل نیز به طور مشخص کاری را در زمان مشخصی انجام داده است. ترن ساعت سکزده گلده. گلده سوم شخص مفرد در زمان گذشته است. بیان فاعل در ترکیب فعل ناکامل: اگر جمله تنها با فعل ایمک، پسوند صرفی بدون علامت دیگری به کار گرفته شود، فعالیت و زمان کار فاعل مشخص و روشن نمی شود، بلکه تنها اسم فاعل معرفی می شود. به نحوه صرف فعل ایمک در بخش فعل توجه کنید. بونوم آده یاشاردر، یعنی یاشار معرفی شده است. او گز چخ گزل و ادبلدر، گز و خصوصیات گز معرفی شد. در دو جمله مذکور یاشار و گز معرفی شدند، ولی آنها کاری را انجام ندادند. اما اگر پرسیده شود فاعل جمله مذکور چه کسانی هستند، در جواب گفته می شود فاعل جمله مذکور یاشار و گز می باشد. در صورتی که گز و یاشار کاری را انجام نداده است. اسم و فاعل می تواند در جمله به شکل اسم مصدری قیدی صفتی ظاهر شده و به کار گرفته شود. مثال: فا
فاعل به شکل اسم، حسن جلیر یا علی گدیر. فاعل به شکل اسم مصدری، گلمک چتندر یا بورایا گلمک چتندر. گلمک به جای اسم به کار گرفته شده است، یعنی فاعل است، یعنی فاعلیت رو نشان میدهد. فاعل به شکل اسم مصدری، یخشه پیستن یخشدر. یخشه در جای فاعل نشانده شده است، در نتیجه فاعل محسوب می شود. فاعل به شکل اسم قیدی، زمان تز گتیر. زمان، زمان قصادر، زمان یوخ، وقت یوخ. فاعل به شکل اسم عددی، اولا بیر، اولار اون بیر. ده با یک می شود یازده. پسوند صرفی در جای اسم و فاعل. اگر فاعل در جمله مشخص باشد، در مواردی برای کوتاه و یا برای زیبا کردن جمله فاعل را از جمله حذف می کنند و به جای آن ضمیر شخصی و یا پسوند صرفی را به کار می گیرند. مثال: حسن دونن گلده و حسن بوگون گتی. در جمله مذکور، یعنی حسن دونن گلده، حسن به عنوان اسم و فاعل و علامت گذشته دی به شکل دی دو مرتبه تکرار شده است، یعنی یک مرتبه به شکل حسن و به شکل گلده صرف شده است که یکی از آن را می توان حذف کرد و به اشکال مختلف زیر در آورد و به کار گرفت. مثال: حسن دونن گلده و او بوگون گتی. یعنی این حسن اینجا حذف شده، به جای اون ضمیر شخصی یعنی او در آنجا نشانده شده است. از جمله مذکور می توان حرف ربطی و را، که این و باشد، نیز حذف کرد و به جای آن کما به کار گرفت. مثال: حسن دونن گلده بوگون گتی. یعنی و نیز حذف شده است. از جمله مذکور می توان یکی از دو علامت گذشته دی را نیز حذف کرد و به جای آن پسوند ایب را که فعل آخری را در خود انعکاس می‌دهد به فعل اولی پیوند زد. مثال: حسن دونن جلب و او بوگون گتی. یعنی این گتی گذشته است، گلدی گتی به جای گلدی گلب، یعنی آمده بود، در واقع الان رفته است. در جمله فاعل و علامت گذشته از پسوند دی فهمیده می شود، یعنی از دی نیز فهمیده می شود. از جمله مذکور می توان ضمیر شخصی و حرف ربطی و را نیز به شکل زیر حذف کرد: حسن دونن جلب بوگون گتی. گتی به شکل گت دی نیز نوشته می شود. از جمله مذکور می توان کما را نیز حذف کرد. مثال: حسن دونن جلب بوگون گتی. یعنی همه این فرمها را می توان در زبان ترکی به کار گرفت. فعل به عنوان فعل و فاعل جمله. در مواردی در محاوره اگر فاعل برای طرفین صحبت کننده مشخص و آشنا و یا اسم معرفه باشد، اسم آن را از جمله حذف می کند. مثال: جمله خبری: حسن منه دمشتی که او بوگون برایا گلجک، اما او گلم نده. جواب: عجله ایلم جلر. توجه: به جای سن حوصله ایله او، یعنی حسن گلر، گفته می شود عجله ایلم گلر،
یعنی حسن، حسن حذف شده. در جمله حوصل ایله گلر اثری از فاعل و ضمیر وی نیست، ولی آن در ترکیب کلمه گلر گلر به شکل پنهانی بیان شده است. سوال: سن نجسن، حال تو چطور است؟ نجورسن، نصوصن، یعنی بدین شکل نیز بیان می شود. نصل البته ترکیه ترکیه است، ولی در کتب و اشعار قدیمی ما نیز صرف شده است. جواب: یخشیم ساول، به جای من یخشیم سن ساول گفته می شود یخشیم ساول، یعنی اسم و ضمیر حذف شده است. کلمه یخشیم ساول بدون ضمیر شخصی به کار گرفته شده و فاعل به شکل پنهانی در صرف فعل ایمک بیان می شود. منظور از صرف ایمک صرف سن، نجسن یا نجورسن، نصل سن به شکل سن، چون فعل ایمک بیگایده است، در نتیجه در صرف به شکل سن، سین، سن یا یام، سن صرف می شود. توجه شود که کلمه ایمک یا فعل ایمک تنها فعل بیگایده زبان ترکی است، در صورت که در زبانهای دیگر فعل بیگایده خیلی زیاد و یا بیشمار هستند که یادگیری آنها خیلی مشکلتر از افعال با گایده است. جواب: یخشیم ساول، به جای من یخشیم سن ساول. تعارف: بویورون بیر چای چین، به جای سیز بویورونوز برایا ایوه بیر چای چینیز، یعنی همه این کلمات در جمله باید گفته بشد، ولی در محاوره این جمله سیز بویورونوز برایا یا بزیم ایوه بیر چای ایچینیز گفته می شود بویرون بیر چای ایچین، مشخص نیست کجا، ولی در صرف فعل ایمک بویرون بیر چای ایچین مشخص می شود که شخص سومی در کار است. جواب و تشکر: سağ olun، ağzınız şirin olsun، وقت yok، gerek gidem، به جای سیز ساولون، سیزین آغزنز شیرین اولسون، منیم باختم یختور، من گرک گیدم، گفته می شود ساولون آغزنز شیرین اولسون، وقت یخ، گرک گیدم. بدون اینکه اسمی از اسامی یا فاعل به کار گرفته شود. جمله خبری: حسن دونن بیزه گلده بگون دروب گیدی. جواب به شکل زیر با حذف اسم بیان می شود: ای بابا، او اله گچن ایلده گلیب ایکی گون قالده دیدی گدره. آقای حسن اینجا اسم برده نمی شود، اینجا یه دفعه او به جای حسن نشسته و مابقی قالده یا ایب همین سوم شخص مفرد را در خود انعکاس می ده. ادامه جمله: بیز نگده یالواردیک کی بابا بوجور اولماز، بیر ایکی هفته قال سورونا گید. حکمن دیدی یو یو اولماز، اله بیر بله بستیر، اله بوجور دوروب شیطان آتنا مینیب شیشون یغیب باغلادی و بیزی ده باها باها قویب خداحافظ لشتی و چخیب گتی. توجه شود که در این جملات از اینجا تا اینجا جمله است، از اینجا تا اینجا که اونجایی کمه است خودش در واقع یک جمله مستقل است که در این جملاتی که بیان شده اسم حسن بیان نشده است، یعنی بدین شکل در محاوره خیلی از مسائل دستوری حذف می شود، ولی طوری حذف می شود که فهمیده بشود.
در رابطه با حذف فعل و بیان آن به وسیله فعل ایمک به شعر زیر توجه کنید. در این شعر زیر نیز مثل این جملات بالا حذف شده است. صمد ورغون یک شاعر معروف آذربایجانی است. یخلب یانما اولمک استرم، آنالک مهرینی گرمک استرم. توجه شود که یخلب یانما، یعنی من یخلب یانما، آناسının yanında، یعنی آنامın yanında اولمک استرم، آنالک مهرینی گرمک استرم، یعنی آنالığın مهرینی bir de yani ananın yanında yıkılıp yatmak ya ölmek onun yanında ananın mehrini yine de görmek isterim. Der şiiri mezkur şair خودش فاعل است. میگه من yıkılıp yanına yani مادرش ölmek isterim. فاعل است. ولی وی اسم و ضمیر خود را از شعر مذکور حذف کرده است. اسم فاعلی، اسم فاعلی کلمه ای است که از ترکیب اسم و علامت پسوند فاعلی تی ساخته می شود، یعنی پسوند به شکل تی مطرح می شود و فاعلیت شغلی شخص را در خود انعکاس می‌دهد. علامت اسم فاعلی چی از ترکیب یک حرف بی صدا و با صدا تشکیل می‌یابد و حرف بی صدای آن چه در مواردی به شکل ج نیز خوانده می‌شود، ولی آن حرف ضعیفی نیست که همیشه تغییر کند. حرف صدادار چی با هماهنگی بزرگ به شکل ای، ا و او، او به کار گرفته می شود. برای مثال به جدولهای زیر و به طریقه ساختن اسامی مختلف توجه کنید. اسامی مختلف مصدری، اینها فارسی، اینها اسم ترکی، اینها اسم فاعلی فارسی و اینها اسم فاعلی ترکی هستند. کار یعنی ایش، کارگر، ایشتی، آهن، دمیر، آهنگر، دمیرچی، نوشته، یازه، نویسنده، یازچی، بیابان، چل، بیابانگرد، چلچی، قایق، قایق، قایقران، قایقچی، در، قاپه، دربان، قاپچی، کشتی، گمی، کشتران، گمیچی، راه، یول، راهبان، یولچو، سر، باش، سردار، باشچو یا رهبر، گل، گلچو، معدن، معدنچی، سا، ساغچو، اوت، اوتچو و غیره. اسم فاعلی در جمله به شکل زیر به کار گرفته می شود. من کارگر هستم، من اشتیم، من اشتیم و برادا اشلیرم یا اشلیرم. من اشتی اولاراک برادا اشلیرم یا اشلیرم. من اورنجیم، یعنی من شاگردم یا دانشجو هستم. من اورنجی اولاراک بیر ایلدیر کی برادا یاشیرم. من شاگردم و بیر ایلدیر کی برادا یاشایرم. من
رنجیم و بیر ایلدرچی برادا یا شاعرم. اسم فاعلی همانند سایر کلمات با فعل ایمک که فعل ایمک منظور این یم یام که در فارسیش میشه کارگرم یا هستم به این معنی میدهد، یعنی ایمک برای اول دوم شخص مفرد با هماهنگی کوچک و برای سایر ضمایر شخصی با هماهنگی بزرگ صرف میشه. صرف کلمه با فعل ایمک اسم، اینها این ردیف اسم هستند، مثل سبتچی، دمرچی، قایقچی، سورچو، سورچو یعنی راننده، قرخچو و قرخچو یعنی محافظ و غیره. بعدن این به ضمایر شخصی بدین سان صرف می شود. من سبتچیم، من دمرچیم، من قایقچیم، من سورچویم، من قرخچویم. سن سبتچی سن، سن دمرچی سن، سن قایقچی سن، سن سورچو سن، سن قرخچو سن. او سبتچی دیر، او دمرچی دیر، او قایقچی دیر، او سورچو دیر، او قرخچودور. بیز سبتچیک، بیز دمرچیک، بیز قایقچیک، بیز سورچویک، بیز قرخچویک. سیز سبتچیسینیز، سیز دمرچیسینیز، سیز قایقچیسینیز، سیز سورچوسینیز، سیز قرخچوسینیز. Onlar sebatçidirler, onlar demirçidirler, onlar kayıkçıdırlar, onlar sürücüdürler, onlar korkçudurlar. Teveccüh. Der mevarid kemi harfi ç der beyni du harfi sedadar be şekli c telaffuz mi şeved. Misal sürücü قایقچی به جای سورچو یا قایقچی. سورچو معمولا با چه گفته می شود و قایقچی با چه، ولی مواردی به ویژه در زبان آذربایجان، ترکی آذربایجان، اینها را مخلوط می گویند. اسم فاعلی با پسوند لر، لار به شکل زیر جمع بسته می شود. دمرچیلر، ایشچیلر، باخچیلار، یازچیلار، قوشچیلار، اوچیلار، چالگچیلار، اتچیلر، اوتچیلار. اسم فاعلی به وسیله عدد معین نیز به شکل زیر جمع بسته می شود. ایکی دمرچی، اون ایشچی، یوز قایقچی، یوز اوچو و غیره. مصدر. مصدر کلمه ای است که از دو بخش تشکیل می‌یابد. بخش اول آن را ریشه مصدر یا فعل و یا ریشه فعل، قسمت دوم آن را پسوند مصدری و یا علامت مصدری می‌نامیم. در زبان ترکی آذربایجان علامت مصدری پسوند مک و ماک می باشد. یک، ریشه مصدر و یا فعلی که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ بالایی و با یکی از پنج حرف ا، ای، او، ای و ا باشد به شکل زیر با پسوند مک به کلمه مصدری تبدیل می گردد. مثال پسوند مصدری، این علامت پسوند مصدری هست. اینها هم ریشه فعل هستند، ریشه مصدر یا ریشه فعل و یا فعل ساده میگوییم. یعنی به این کلمات میشه ریشه مصدر گفت یا ریشه فعل گفت و یا یک فعل ساده بیان کرد. مثال
جل با علامت مستری مستر ساخته می شود، مثل گلمک، گت، گتمک، ایچ، ایچمک، دوز، دوزمک، دوز، دوزمک، اله، علمک، یه، یمک، دیم، دیمک، سوی، سویمک، جول، جولمک. لطفاً به طریقه ساختن مسترهای زیر نیز توجه کنید. ا ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صدادار آن ا می باشد. گلمک، دلمک، علمک، سپمک، سرمک. ا ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صدادار آن ا باشد. اتمک، یمک، دمک، گتمک، ورمک، سلمک، دشمک. ای ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صداداران ای می باشد. اتمک، بیتمک، بیمک، سلمک، دمک، بشمک. او ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صداداران او می باشد. مثال اپ مک این ریشه فعل یا ریشه مستر هست یا فعل ساده می گوییم و با هم میشه مستر. اپ مک، دن مک، جر مک، ات مک، سن مک. ریشه و مستر و یا فعلی که آخرین حرف صدادار آن ای می باشد. مثال دوزمک، دوز ریشه فعل یا ریشه مستر، مک علامت مستری که با هم ترکیب یافته مستر تشکیل می دهد. دوزمک، جولمک، سورمک، بشومک، سوزمک. مستر در جمله به شکل زیر به کار گرفته می شود. توجه کنید به شعر صمد گرگون که قبلا نیز به آن اشاره شده. یخلب یاننا علمک استرم. علمک همون دشمک، علمک، یمک، علمک استرم. آنالوگ مهرنی جرمک استرم. جرمک و علمک یا اپمک، دمک و غیره همه مستر هستند. در رابطه با مستر به شعر زیر نیز توجه کنید. شاعر هتی بیل حد مستر چم اصل کلام، آفم حقیم کلماتو تمام. مستر مشتق ده یخ فرق چوخ، مستر اگل اون مایا مشتق یخ. این شعری است از شاعرمان هتی. دو ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صداداران با آهنگ پایینی و با یکی از چهار حرف آ او باشد به شکل زیر با پسوند ماگ به مستر تبدیل می شود. پسوند مستری چنانکه بالا نیز اشاره شد، اونجا مک بود، الان اینجا ماگ شده، چون اینها حروف صدادار با آهنگ پایینی هستند، در نتیجه پسوند صرفیشون ماگ می باشد. اینها ریشه فعل یا ریشه مستر است که بدین شکل آمدند. آل، آل ماگ با هم ترکیب می‌یابه، آل و ماگ میشه مستر. آل ماگ، یخ ماگ، دم ماگ، دور ماگ. لطفاً به طریقه ساختن مسترهای زیر نیز توجه کنید. آ ریشه مستر و یا فعلی که آخرین حرف صدادار آن آ می باشد. مثال آلماک، من جدا نوشتم که دیده بشه، به این شکل آلماک، گالماک، سالماک، تاپماک، داماک، یازماک.
توجه شود که آلماک یازماک در زبان محلی ما آلماخ میگن یا گالماخ میگن که اون در واقع غلطه، این آلماک که درست است. او ریشه مصدر و یا فعلی که آخرین حرف صدا داره آن او میباشد. مثال یغماک، یخماک، سخماک، یخماک، گلماک، ترماک و غیره. او ریشه مصدر و یا فعلی که آخرین حرف صدا داره آن او می باشد. مثال اوماک، دوماک، سلماک، دوماک، سویماک، گویماک و غیره. او ریشه مصدر و یا فعلی که آخرین حرف صدا داره آن او می باشد. مثال اوتماک، توتماک، بولماک، دولماک، گولماک. مسترهایی که آخرین حرف صدادار ریشه آنها با یکی از چهار حرف که بالا اشاره شد باشد، مثل گالماک، سالماک، در مواردی به ویژه در محاوره به نادرست به شکل قطماخ، سالماخ صرف می شوند، ولی همین مصدرها را در حالتهای تصریفی به شکل صحیح مثل قالماغم، سالماغم صرف می کنند. اگر این بگیم آل قالماخ، خ به غ تبدیل نمی شود. در وقتی که ق در بین دو حرف صدادار قرار گیرد به غ تبدیل می شه. اگر فعل این قالماخ بود می شد قالماخم، اما این که بود شه به غ تبدیل شده، گالماغم، سالماغم و غیره. با این وصف که غ حرف بی صدای ضعیفی است که در بین دو حرف صدادار به غ تبدیل می شود، در صورت که حرف خ تغییر صدا نمی دهد، یعنی صدای حرف خ قوی هست و تغییر صدا و شکل نمی دهد. برای مثال در جدول زیر به صرف کلمات مختلف به شکل صحیح و نادرست توجه کنید. اصل ادبی کلمه، نحوه صرف در محاوره، تغییر حرف کلمه، اصل اینجا نیز اصل کلمه، نحوه صرف محاوره کلمه و تغییر در صرف کلمه. اینجا آغاز میکنیم. اصل ادبی کلمه آلماک، یخماک، گخماک، سلماک، دورماک، چه اینها در محاوره بدین شکل صرف می شوند. آلماک، آلماخ صرف می شود، در صورتی که در صرف آلماخین می شود، یعنی این اگر که نبود خی بود این می شد آلماخین، چه غلط در میاد. در نتیجه این در واقع همین قه است که به غه تبدیل می شود. یخماک، یخماخ اگه بگیم میشه یخماخم، چه اینجا شده یخماغم. گخماک، چه در محاوره میگه گخماخ، در صورت که در صرف میشه گخماغم، یعنی این حرف می باشد. سلماک، در محاوره گفته می شود سلماخ، در صرف میشه و سلماغم. دورماغ، در محاوره گفته میشود دورماخ، در صورتی که در صرف میشه دورماغم، یعنی اصل اینها اصل ادبی کلمه هستند، اینها نیست ادبی کلمه هستند که به اصطلاح حرف که به غ تبدیل میشود، در صورتی که اگر در میان دو حرف صدادار قرار گیرد. در اینجا در بین دو حرف صدادار قرار گرفتند، آل ما آ هست، بعدن این که یی و آ حرف صدادار است که غی در بین آنها به غی تبدیل می شود. یا کلمات ادبی به این شکل گالماک گفته می شود در محاوره گالماخ، ولی در صرف درست صرف می شه گالماغم. سلماک، سلماخ گفته می شود،
در شد که سماغم بیان می شود. اخماغ در محاوره گفته می شود اخماخ، در شد که در صرف می شه اخماغم، یعنی اخماغم و اخماغ درست است. دویماغ در محاوره می شه دویماخ، در شد که در صرف می شه دویماغم، یعنی دویماغ درست است. گرماغ گرماخ گفته می شود، در شد که اصلش گرماغم، گرماغ گرماغم، چون غ حرف ضعیفی است که در بین دو حرف صدا داد تغییر صدا و شکل می دهد. اینجا که ملاحظه می شود می نویشه اینها صحیح هستند، یعنی با اصول ادبی گراماتیک اینها نادرست محاوره‌ای و ادبی نیستند، اینها بازم صحیح و ادبی و اینها صحیح، اینها نادرست هستند که ما به ویژه در مناطقی که من از اونجا اومدم به شکل گالماخ و غیره صرف میشه نادرست است و اینم که درست است، یعنی فرم ادبی شه. چنان که ملاحظه می شود مصدر آلماغ و صرف آلماغم صحیح و مصدر آلماخ نادرست می باشد. کلمات مصدری به شکل زیر در حالتهای تصریفی صرف می شوند. مثال گلمک منیم گلمهیم. اینا حروف صداداری هستند که آهنگ پایینی دارند. این گلمک که حرف ضعیفی است که در بین دو حرف صدادار به یه تبدیل می شود. گلمک گلمهیم، گالماغ چه این بالا اشاره شد گالماغم، گلمک گلمهیم، دانشماغ دانشماغم، سرمک سرمهیم چه این سرمکه، در صورتی که در اینجا بین دو حرف صدادار به یه تبدیل شده است. یاتماغ یاتماغم، باننماغ خورسون باننماغه، باننماغه یا باننماغم و غیره. مصدر از لحاظ ترکیب، چنان که قبلا اشاره شد مصدر کلمه ای است که از دو بخش تشکیل می‌یابد. قسمت اول آن ریشه مصدر و یا ریشه فعل و قسمت دوم آن را پسوند مصدری می‌نامیم. چنین مصدرهایی را در زبان ترکی میتوان مصدرهای ساده نامید، چرا که در این زبان با پسوندهای مختلف میتوان فعل ترکیبی و مرکبی ساخت و با پسوند زدن علامت مصدری به آنها به مصدرهای جدیدی تبدیل کرده و به کار گرفت. برای نمونه به مثال ها و فیلم های ویدئویی زیر توجه کنید. ریشه فعلی که با حرف نفی ما همراه شود با پسوند مک به مصدر نفی تبدیل می شود. مثال با پسوند ما گل ما، گل هست بیا، ما نیا، گلمه، گتمه، ایتمه، دشمه، دشمه و غیره. کلمه نفی مصدر گلممک، گتممک، ایتممک، دزممک، دشممک. در زبان ترکی کلمات مختلف مثل اسم، صفت، قید را میتوان با علائم لعلا به شکل فعل در آورد و با پسوند زدن علامت مصدری آنها را به مصدر جدیدی تبدیل کرد. مثال نحوه ساختن فعل قار قارلا، قر قرلا، بود قدلا، دوز دوزلا، یر یرلا، یل یللا، بل بللا. چنانکه ملاحظه می شود با لعلا تمام کلمات مختلف را می توان به شکل فعل در آورد و آنها را به مصدر نیز تبدیل کرد. افعال مذکور
به شکل زیر به مصدر تبدیل می شود. مثال کارلا با ماگ میشه کارلا ماگ، کر لا ماگ، سن لا ماگ، دوز لا ماگ. این بدین شکل دوز لا ماگ میشه مصدر، مصدر فعلی که با لعلا ساخته است. دوز اسم، سون هست آخر، یا گر هست گر چه گر لاماک. به مصدرهایی که با کلمات مختلف ساخته می شوند توجه کنید. مصدری که از صفت ساخته می شود، اوجا اوجال ماک، اوجال در ماک، یاشل یاشل لات ماک، یاشل لات ماک. مصدری که از کلمه گیدی ساخته می شود، گیت گیت لمک، گیت لنمک. مصدری که با گید عددی ساخته می شود، بیل بیل لمک، بیل لشمک، بیل لشمک و غیره. مصدرهایی که با ترکیب دو فعل با یک میانوند اعا همراه پسوند مصدری ساخته می شود. مثال دیه بالمک، دی هست گفتن، دیه بالمک گفتن توانستن، جوله بالمک، یخا بالمک، قطسا بالمک، سالا بالمک. مصدر مرکبی که با دو مصدر ساخته می شود، گلمک بلمک. گلمک مصدر است، بلمک هم، ولی در کنار هم نیز به کار گرفته می شود. گلمک بلمک، یمک بلمک، اخماک بلمک، گالا بلمک. مصدر مرکبی که با ترکیب دو فعل همراه یک میانوند ایب و پسوند مصدری ساخته می شود. مثال گیب گلمک، گی فعل هست، گیب گلمک، گل نیز فعل هست. چخب دشمک، چخب دشمک، گلیب گتمک، دروب اترمک.